خانم ها آقایان همیهنانی گرامی بینندگان و شنوندگان ارجمند به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. بدترین حکومت در دنیا همیهنانی گرامی، همه شما آگاهی دارین، حکومت هایی است که هم مستبدن هم دروغگوان و هم چپاولگرن. این حکومت ها مطلقا آدم های متخصص و کاربلد رو باشون همکاری نمیکنه. اون حکومت هایی که هم مستبدن هم غارتگرن هم بیرحمن. چرا؟ برای اینکه یه آدم کاربلد، یک آدم متخصص احتیاجی به این نداره که چاپلوسی کنه. یعنی اگر یک مسئله ای از نظر یه آدم فنی که به کارش وارده مشکل باشه، او دنبال این میره که این مشکل رو از طریق فنی، از طریق علمی که یاد گرفته رفع کنه، نه بله قربان بله قربان این حرفا رو بکنه. و بدبختی حکومت‌های مستبد اینه که به جای آدمای کاربلد یه مش آدمایی رو میارن سر کار که نه تنها کاری رو بلد نیستن، بلکه خاصیت چاپلوسی دارن برای اینکه ابقا بشن در کارشون، برای اینکه بدزدن، برای اینکه غارت بکنن و چپاول بکنن. چند روز پیش داشتم یه برنامه رو تو تلویزیون جمهوری اسلامی که تو فیسبوک نقش کرده بودن نگاه میکرد. یک متخصص فنی تو برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی تمام احتیاطاتم به اصطلاح حفظ میکرد. یعنی این که آقا این حکومت خیلی کارهای در زمینه های آبادانی اینا انجام داده، ولی این ولیری که میگفت بیشتر این کارها اشتباه بوده و مثال آورد. گفت ما قبل از این انقلاب شکومن، اون البته گفت قبل از انقلاب، ما 16 تا صد در سراسر کشور داشتیم که به معنای واقعی صد بودن. گفت میدونین الان چند تا صد داریم؟ به اون گوینده تلویزیون که یه چهره بی تفاوت همینطور نشسته بود، یه چند تا سوال گذاشته بودن جلوش، همه اینا اینطوری نگاه میکرد رو سوال میخوند، یعنی ابتکاری از خودش رو نمیدونه هیچی. گفت الان 300 تا صد داریم، 300 تا. و من تحقیق کردم 1500 صد دیگه تو لیستن دارن میسازن. میگفت این میدونی یعنی چی؟ یعنی پول آوردن جلو پنجره ریختن دور. 1500 تا، 300 تا، 1800 تا، 1800 تا صد برای کجا؟ احتیاجی هست به این همه صد؟ حالا یکی از بزرگترین بدبختی های حکومت های مستبد اینه که برای اینی که مردم هوشیار نشد، به قول خودشون خبرهایی که اتفاق میفته اینا رو دروغ و لاپوشانی کنن، با دروغ و لاپوشانی
و گفتن یه سری داستان برای مردم، اون جریان رو به اصطلاح از نظر مردم پنهان بکنه، در حالی که این احمقانه ترین کاره. یعنی چی؟ یعنی نه تنها اعتماد مردم رو عبه میبره، بلکه گوش مردم رو تیزتر میکنه برای شنیدن شایعات. یعنی اتفاق ساده، یه اتوبوس داره میره، میخوره به یه مانع، نمیدونم اتفاقی میفته، این اتوبوس منفجر میشه، آتش میگیره. این در همه جای دنیا، در همه کشورها عقب افتاده ترین و پیشرفته ترین هم اتفاق میفته. خب دوربین هم میارن، بلافاصله فیلم میگیرن و شب تلویزیون پخش میکنن یا روز پخش میکنن. در جمهوری اسلامی داستان میسازن. یه چیزی دیگه ای، حالا اصلا لزومی هم نداره، در نتیجه مردم میگن یه کلکیه. اولا گوششون تیز میشه به شایعات، دوم از اون هجوم میارن به رادیوها و تلویزیونهای خارجی، سوما حالا که دیگه شما توی این تلفن دستیتون میتونید در آن واحد از همه جای دنیا خبر میگیرید. و بدبختی اینا اینه، و بازم اینا یاد نمیگیره. هواپیما رو با موشک میزنن، هیچ نمیگه. رادیو ها، روزنامه ها، نخست وزیر کانادا، نمیدونم دولت، سخنگوی دولت آمریکا، اینا همه اعلام میکنن. بعد شایعه تو مردم میپیچه، بعد یه دونه از این موشک ها رو پیدا میکنن سرش رو توی نایه، که معلوم شده موشک خورده به این هواپیما مسافری. بعدن اینا میان یه سری دروغ دقل میگن که بعدن دروغشون کشف میشه. حتی برای اینکه دروغای بیشترشون برای مردم روشن نشه یا برای جهانیان، میان اون به اصطلاح جعبه سیار هم میگن ما نمیدیم اول، بعد میگن ما فقط به دولت فرانسه میدیم، به اوکراین نمیدیم، بعد به خانواده های اینا میگن ساکت باشید، بعد اینا رو خانواده هاشون رو میگیرن. یعنی کارو اونقدر پیچیده میکنن تا جند کارشون در تمام جهان میپیچه. بعدم عاقبت اصل مسئله فاش میشه، به اضافه مقدار زیادی حدسیات که مردم هم بهش اضافه میکنن. در پارچین، در نطنز، در بیمارستان سینا در تهران، در نمیدونم انبارهای بازار در تهران، در بسیاری از این نقاط ایران در عرض هفته گذشته ده ها انفجار رخ داده. جمهوری اسلامی برای هر کدوم اینا یک داستان احمقانه درست کرده که باور کنید مرغ پخته که هیچی، مرغی که آدم میخوره تو شکم آدم میخنده. الان در منطقه نطنز ماهواره ها عکس گرفتن، الان دیگه شما یه روزنامه بگین، حالا این زمان گورباچوف بود که گورباچوف میگفت جهان به شرایطی رسیده که من اگر بشینم توی یه دونه صندلی پارک روزنامه بخونم، این ماهواره ها متن مطالبی که در روزنامه هست میتونه از اون بالا بگیرن و میشه خوند. حالا که دیگه هر کشوری بینی یه ماهواره داره. همین دیروز اسرائیل برای رصد کردن بازی‌های اتمی ایران یه دونه ماهواره فرستاد با موفقیت بالا. عکسایی که از ناحیه پارچین گرفتن و از نطنز گرفتن نشون میده که در اونجا انفجارهای بزرگ انجام شده و این انفجارها به کلی شکل اونجا رو به هم ریخته و سوختگی‌های عظیم به وجود آورده. اول اینا رفتن دو تا لوله نشون دادن،
گفتن لوله گاز بود، گوینده تلویزیونشون. خب اینا رو ببینین در پارچین، اینا ترکیده. بعد که اون عکسای ماهواره‌ای منتشر شد در دنیا که آقا این اولش بوده، یعنی یه ماه قبل این عکس گرفته شده، این عکس مثلا دیروز گرفته شده، در اینجا ببینی سیاه شده کاملا، خرابی به وجود اومده. بعد در ناحیه نتنز، در جایی که سانتریفوژهای جدید گذاشتن و جمهوری اسلامی چندین بار در مصاحبه های خودش به اصطلاح متخصصین جمهوری اسلامی اعلام کردن که سانتریفوژ های جدید اینطوریه اینطوریه، ما میتونیم این کارو بکنیم این کارو بکنیم. بعدم یادتونه که مثل تصویر من رفت خب مثل گفتن که در این محل سانتریفوژ های جدید کار گذاشته ایران. خب بعدم میدونید که همیشه ببخشید بسی که برق رفت یه چند لحظه دوباره برگشت، سانتریفوژ گفتن در این محل سانتریفوژ های جدید داریم میذاریم اینا. بعدم یادتونه که این فرمانده جدید سپاه پاسدارانشون که به حسین چاخا معروفه، حسین سلامی، گفت آقا این اسرائیل رقمی نیست که، ما با آمریکا طرفیم، اینا رو ما میتونیم در عرض 10 دقیقه از روی صفحه جغرافی محوش کنیم. بعدم وقت داشتن رو موشک به عبری نوشتن که نابود باد اسرائیل. اسرائیلی هم بدون این تظاهر رو بمیدن فلان اونو این کارهایی که میکنن دیگه، اومدن قشنگ رفتن سوریه، هرچی پایگاه جمهوری اسلامی بود به اسم نمیدن فعالین حرم نمیدن زینب و این چیزا، این پایگاه های سپاه قدس رو زدن. تا به حالم بالای 3-4 هزار نفر از فاطمیون و زینبیون و سپاه قدس و اینا رو کشتن از ایرانی ها، اینا که به عنوان مستشاری رفتن. خب ولی اینا به روشون نمیارن، گفتن خب اونجا دوره کسی نمیفهم. حالا تو نتنز صحبت بر سر اینه که یک بمب بسیار قوی یک از کارمندا برده باش اون پایین توی 8 متری زمین که اینا تشکیلات درست کردن کار گذاشته. این یه فرضیه است. فرضیه دوم اینه که اسرائیل با هواپیماهای جنگی نمیدونم 18 F-20 F-24 نمیدونم از یکی از کشورهای همسایه ایران آمده کمک گرفته، اونجا بنزینگیری کرده، آمده تو ایران در نتنز اونجا رو بمباران کرده رفته. خب یه همچین اتفاقی پیش اومده دیگه. بلافاصله ماهواره‌ها از بالا عکس گرفتن که در ناحیه نتنز خسارات زیادی وارد اومده، خرابی های زیاد، و مقایسه کردن عکس 15 روز پیش رو با حالا. اینا سکوت کردن دیگه، این دفعه نگفتن لوله ترکیده. حالا اومدن گفتن که بله یه اتفاقاتی افتاده ولی ما حالا نمیگیم. چرا نمیگن؟ سر جریان هواپیما و موشک اینا، بعد از اینی که نخست وزیر کانادا آقای ترودو
سخنگوی دولت آمریکا و عکس‌های ماهواره‌ای و بسیاری از شواهد نشون داد که یه موشک در تهران شلیک شده، اینا ناچار شدن اقرار کردن که بله. و این اقرار خیلی به ضررشون، هم از نظر مالی و هم از نظر حیثیت که چه عرض کنه، حیثیتی وارد کردن. حالا اینا این موضوع رو عنوان کردن که ما در مورد این مسئله نترس به دلایل امنیتی هیچی نمیگیم حالا. و بعدن به آگاهی مردم میرسیم. چرا؟ به عقیده من نظر خودم رو که میتونم بگم، اینا میخوان بشینن جمع‌بندی کنن ببینن اول اسرائیل چی میگه، بعد ببینن مطبوعات اسرائیل چی میرسه، چون اونجا یک کشوری که مطبوعات آزادی دارن دیگه مینویسن، بعد ببینن سیاستمداران مخالف نتانیاهو چی میگن، بعد ببینن آمریکایی‌ها چی میگن، بعد ببینن اروپایی‌ها چی میگن، بعد ببینن ماهواره‌ها چه چیزای جدید میگن. از مجموعه ایران یه داستان و یه چاخانی درست کنن و بیان بگن این اتفاق افتاده. وگر حالا امروز در کمیسیون امنیت مجلس اول گفتن میخوایم بریم اونجا، بعد اومدن تو جلسه علنی تمام فرماندهان پدافند و نمیدونم دفاعی و اینا بلند شدن رفته. خب اگه شما میگین که اتفاقی نیفتاده، دولت خارجی حمله نکرده، پس پدافند و فرماندهان نظامی چه رفتن تو جلسه علنی؟ و به طور جلسه غیر علنی هم بوده، نه علنی، یعنی هیچ خبرنگاری نبوده جز اونا که به اسم مردم رفتن تو طویله نشستن و به عراجیف اینا گوش کرد. این مجموعه داستان‌هاییست که همه عنانی گرامی در عرض چند روز گذشته مردم در داخل کشور دارن راجع به صحبت. اطلاع داریم که عده زیادی از فعالین رو همینطور دارن مرتب میگیرن در شرایط شدید کرونا، در حالی که زندان‌ها به وضع خطرناکی در اومده، ماشین اعدام اینا همینطوری قراره بچه‌های ما رو درو کنن. یعنی خدا میدونه که چقدر از این بچه‌های بیگناه فقط به جرم نوشتن یه مطلب، فقط نمیدونم در فیسبوک یا نمیدونم اینستاگرام یا در اینجاها برداشتن یه اظهاری نظری کردن، محکوم به زندانهای طویل، محکوم به شلاق و شکنجه و درد و بیچارگی و آوارگی شدن. این حاصل یک حکومت دینی و مقدسه، یک حکومت که سرانش قرار بوده آدمای قدیس باشن. داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، این داستان رو تا به حال 3 دفعه 4 دفعه گفتم، بازم میگم. اوائل انقلاب در آلمان من یه منزلی داشتم که یه بالکن خیلی بزرگی داشت، رو به پارک باز میشد، خیلی جای قشنگی بود، یه پارک نقلی قشنگی جلوی پشت منزل ما بود، یه بالکن بزرگی ما داشتیم که من اصلا اونجا رو اجاره کردم به خاطر این بالکن بزرگش، خیلی خوشمنظره و خیلی خوب. طبقه چهارم هم. این دوستان ما تازه در ایران انقلاب شکومند آخوندی شده بود و منم نوفل و شاتو اینا رو دیده بودم دیگه. حالا خودم داستان تعریف کردم، یکی نوشته بود آقای فرجی شنیدم شما با قدساده ملعون رفته بودید نوار آقا رو توضیح میاد. حالا خود من اومدم داستان ببینیم ما چجوری هستیم، یعنی دائم این مغزمون باید
یه چیزایی درست کنه. خب این تربیت جمهوری اسلامیه دیگه. به من تهمت زده بود که تو داشتی نوارای آقا رو تکثیر می‌کرد. حالا بگذاریم. منم از نفل شاکتو میدونستم اینا چه جانورانی بودن دیگه، چه کارایی کردن. تعریف کردم یه مقداری برای میشستیم بعد از اون بچه ها آبجوهای خودشون رو میخریدن، ما هم یه سماوری داشتیم و روشن میکردیم و دوستان چای میدادیم بهشون و اینا اظهار نظر میکردن راجع به مسائل سیاسی. یکی از دوستای من با یه دوست مهمانش یه دفعه اومد تو این جلسات ما، همه راجع به مسائل مختلف صحبت میکردن، این مهمان دوست ما هیچی نمیگفت، ساکت نشسته بود. من گفتم شما نمیخواین اظهار نظری کنید؟ گفت والا من یه آدم سیاسی نیستم، آذری هم بود، همشهری خود من بود. شما میدونید که من از نظر خانواده پدریم آذری هستم، یه ریشه کرد دارم، یه ریشه فارس هم دارم. حالا بگذاریم. گفت آقای فرجی من آذری هستم، ما آذری ها در ساخت ایران بسیار آدم های با تأثیری بودیم و آدم هایی هستیم که نمیتونیم بیکار باشیم. زمستونا آذربایجان سرده، بنابراین همه ما بلند میشیم میریم نقاط گرمسیر ایران، مثل خوزستان، مثل جای دیگه. یکی از همشهری های ما زمستان بلند شد رفت خوزستان و در اونجا عقب کار میگشت، رفت که همه جا ما قهوه خانه داریم. گفت آقا قهوه خانه آذری ها یا ترک ها کجا؟ گفتن تو این میدون فلان، میره اونجا قهوه خانه است. این رفت اونجا و گفت آقا من اومدم کار بکنم، اینو به هم کمک میکنه. بهش گفتن فردا صبح ساعت 6:30 بیا فلان میدون، ما همه میان اونجا کارگر اگه بخوان انتخاب میکنه. میگه یه عده اومدن و از جمله منم به عنوان کارگر گرفتن و بردن و رفتیم یه خیابون رو قرار بود اسفالت کنیم. هوا 6:30 هنوز آفتاب پهن نشده بود، رفتیم و شروع کردیم بیل زدن و یواش یواش آفتاب پهن شد. من دیدم اصلا امکان نداره، همشهری ما دید اصلا امکان نداره دوتا بیل بزنه، اینقدر گرما وحشتناکه، گرما که تا به حال ندیده. بیلو گذاشت زمین، گفت آقا من کار میکنم. رفت هرچی بهش گفتن آقا بیا، گفت نه. شب دوباره رفت قهوه خانه، گفت آقا من دنبال یه پوستین میگردم. گفتن چی؟ گفت پوستین. گفت تو خوزستان تو آبادان عقب پوستین میگردی؟ گفت بله. هر کی داره به من بگه. بعد دو روز سه روز بعد یکی اومد گفت آقا من یه دوستی دارم که یه پوستین هم با خودش آورده، اینجا خیال کرد اینجا سرد. خلاصه پوستین رو آورد و معامله کردم، پوستین خرید. دوباره رفت سر اون چهارراهه میدونه، یه نفر اومد گفت آقا کار میکنی؟ گفت بله. گفت بیا. اینم پوستین برداشت و رفت. تا آفتاب پنج شد این پوستین انداخت رو کلش، زیر پوستین شروع کرد بیل زدن. بیرون از پوستین هوا بود 40 درجه، فرض کنید 45 درجه، زیر پوستین بود 55 درجه، 60 درجه، یعنی نفس نمیشد کشید. بعد از یه ساعت پوستین زد کنار، گفت آخه که هوای خوبیه، شروع کرد کار کرد. اون دوست من گفت آقای فرجی الان پوستین انداختن رو سر ما، فردا اگه خانوم گوش صداش پخش بشه، دو تا نمیدونم عرق فروشی باشه، قراردادای ببندن تا اینجا اسارت بار، ما میگیم خدا رو شکر آخوندا نیستن، حالا این پوستین انداختیم کنار، حالا میتونیم بهتر نفس بکشیم. و من متاسفم همیانان گرامی، متاسفم که بهتون بگم ما احتیاج داریم رو پای خودمون بنشیم.
یعنی تأسفی ندارم، خوشحالم که به این نتیجه رسیده. کس نخارد پشت من جز ناکنه انگشت من. فقط و فقط اراده مردم ایرانه که میتونه این آدمایی که حتی بیدین هم هستن، غارتگرن، بدون کوچکترین ره در وجودشون قصاب به تمام معنی هست و شر اینا رو کندن یک کارزار عمومی میخواد. اینا ریشه 1400 ساله داره. مبارزه با دیکتاتوری یه چیز دیگه است، مبارزه با استبداد دینی یه چیز دیگه است. اینا بین ما تونستن اختلافات عمیق بندازن، تو خودشون هم اختلافات عمیق دارن، ولی وقتی که موقعیتشون به خطر میفته همه یکی میشن، کاری که ما نمیتونیم بکنیم. اجازه بدید میریم چند تا آگهی میبینیم و باز میگردیم. عمیانان گرامی، یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، وکیل تصادفات، با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود وشی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. جی‌ال‌ویزی شدن به همین راحتیه. وقتی دوست داری همه رو با کسب و کار با کیفیت خودت آشنا کنی، جی‌ال‌ویز بهت کمک میکنه که تبلیغات هدفمند انجام بدی. با این تبلیغات مقرون به صرفه میتونی بازار هدفت رو انتخاب کنی و مشتریهات رو با خودت آشنا کنی. پس هوشمند باش و تو جی‌ال‌ویز تبلیغ کن. موفقیت با تبلیغات در جی‌ال‌ویز به همین راحتیه. اگر نیاز به کمک واحد پشتیبانی جی‌ال‌ویز و یا کاستومر سرویس دیگر خدمات شرکت گودلاین دارید، می توانید از سراسر دنیا با نصب اپلیکیشن تلفنی رایگان جی‌ال تاک بدون هزینه با تمامی شماره های شرکت گودلاین تماس بگیرید. برای این کار لطفاً به اپ استور خود مراجعه کرده و اپ جی‌ال تاک را بر روی گوشی تلفن خود نصب کنید و با ما تماس بگیرید. با جیل باکس 500 HD نه تنها تلویزیون خود رو به یک تلویزیون هوشمند تبدیل می کنید، بلکه فقط با داشتن یک خط اینترنت و بدون نصب دیش ماهواره می توانید از هر کجای دنیا به بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، افغان، ترکی، آذری، کردی، ارمنی و آشوری دسترسی داشته باشید. همچنین میتونید از آرشیو کامل جی‌ال‌ویز شامل صدها هزار ساعت فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بهره مند بشید. در ضمن میتونید رادیوهای مورد علاقه خودتون رو از طریق جی‌ال‌ویز گوش کنید. جی‌ال‌ویزی ها برنامه‌های مورد علاقه شون رو فقط با کیفیت عالی دنبال میکنند. حال که کاربر جی‌ال تاک هستید، در صورت تمایل می توانید از موجودی خود مقدار دلخواهی را به دوستان دیگری که اپ جی‌ال تاک دارند منتقل کنید. برای این کار از اینجا گزینه فاند ترانسفر را انتخاب کنید. سپس شماره تلفن شخصی را که می خواهید به او اعتبار بدهید را در اینجا تایپ کنید. مبلغ اعتبار انتقالی مورد نظر را در اینجا بنویسید و سپس گزینه Verify را انتخاب کنید. پس از تایید شماره نفر مقابل، گزینه ترانسفر را انتخاب کنید. حال این مبلغ از اعتبار شما کاسته شده و به اعتبار نفر مقابل افزوده شده است.
جیل تاک در کنار شما برای ارتباط با عزیزان. همیهنان گرامی، در برنامه امروز خوشحالم که با آگاهیتون برسونم دوست بسیار دیرین من و رئیس سابق صدای آمریکا احمد بهالو نازنین برای دومین بار این فرصت رو به ما داد که من ازش دعوت کنم در برنامه من شرکت بکنم. آگاهی دارید که در چند روز گذشته و چند هفته گذشته در مورد تغییراتی در صدای آمریکا و رادیو فردا و اصولاً این تلویزیون‌ها و رادیوهای جهانی ایالات متحده صحبت‌های زیادی شده و به طور کلی یه تغییرات زیادی در این تشکیلات بزرگ به وجود اومده. من خیلی علاقمند بودم که در این مورد خاص با یه نفری که منصفانه این مسائل رو ارزیابی میکنه بدون جهتگیری خاص که خوشبختانه در وجود احمد بهالو هست، چون من آشنایی همطور که گفتم بسیار قدیمی با احمد دارم، اینی که سوال اول امروز خودم رو با این مسئله مطرح میکنم از احمد بهالو بپرسم نظرش راجع به این تغییرات جدید در دستگاه تبلیغاتی به اصطلاح آمریکا که شامل صدای آمریکا، رادیو آزادی، رادیو فردا اینا میشه چیست و این کسانی که مصدر فعلی کار شدن چه آدمایی هستن، چه برنامه‌هایی دارن و آیا این برنامه‌ها موفقیت‌آمیز خواهد بود یا نه؟ خب احمد جان سوال من شنیدی، خواهش می‌کنم. بله خواهش می‌کنم. با درود به شما حسین آقای عزیز و همینطور بینندگان عزیز شما. عرض کنم حضورتون، ببینید بعضی وقتا ما یه توهمی داریم، کل ما ایرانی‌ها خیال می‌کنیم ما اصلا مرکز زمین و آفرینش هستیم، همه تغییرات اینها داره بر اساس این موقعیت ما داره اتفاق میفته، مثل اون قدیما که اعتقاد داشتن که بله این همه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه دارن دور ما میچرخن. و همین جهت همه مثلا فکر میکنن این تغییراتی که داره در اون سازمان ها انجام میشه همش رو شاخ بخش پارسی فرزن هست یا رادیو فردا هست که مثلا برنامه شونو با ایران ببینن میخوان چیکار بکنن تغییر بدن، حالا که مطلقاً اگر 100 عامل باشه این عامل 99 هم هست. عرض کنم حضورتون، ببینید من باید یه تاریخچه مختصری عرض کنم اگه فرصت هست تا بگم جریان چی هست اصولا. ببینید صدای آمریکا که یکی از این اقماری هست که بالاخره برنامه رو برنامه برای خارج از آمریکا پخش میکنه و قرار بوده کلیه این برنامه ها در خارج از آمریکا پخش بشه، یکی از سازمان هایی هست که بودجهش وسیله دولت تامین میشه و اما بعد از 1976 اتفاقی که میفته در حقیقت این دستگاه یک استقلال پیدا میکنه. حالا چی میشه؟ در سال 1942 از کنار یک کشتی میان برای آلمان ها یک مقداری خب شعار و موقع جنگ بوده دیگه، نزدیک همون ساحل میان شروع میکنن شعار پرونی براشون و اینا. این پایه اولیه به اصطلاح برنامه های صدای آمریکا به طور کلی بوده. بعدن این جنگ سردی که شروع میشه و اینها و بخش فارسی هم که بوده که بعدن در سال 1962 تعطیل میشه، اما کلن نوعی صدای دولت آمریکا بوده برای سالهای سال، تا اینکه تعداد زیادی از روزنامه نگاران برجسته‌ای که در صدای آمریکا بودن، بیشتر هم بخش انگلیسی بودن در اون موقع، در بخش فارسی اصلا وجود نداشته، در سال 62 عرض کردم این به کلی تعطیل شده بود، اون حکایتی دیگره. اینها بعد از ماجرای واترگیت، بعد از اینکه به اصطلاح روزنامه نگاران آمریکا، حالا
به هر جهت به نوعی غرور درشون ایجاد شد که گفتن آقا ما رئیس جمهور رو آوردیم پایین، یعنی ریچارد نیکسون و سهم عمدهش و واشنگتن پست برای خودش قائل بود که اون دیپ تروت یا اون به اصطلاح گلوی عمیق رو آورد به عنوان یکی از منبعهای خبرش از داخل صدای از داخل کاخ سفید. خب در این موقع از این موقعیت استفاده کردن اینها، موقعی که جرالد فورد شد رئیس جمهور، یعنی بعد از استعفای پرزیدنت نیکسون، تعدادی از این کسانی که روزنامه نگارانی هستن که باید همیشه بهشون احترام گذاشت، اینا آمدن گفتن آقا این الان بهتر موقعیتی هست که صدای آمریکا بشه مثل NPR استقلال به دست بیاره، یعنی وسیله‌ای بشه نه فقط صدای دولت بلکه اون که اسمش باز، یعنی صدای آمریکا. بنابراین آمدن و یک منشوری تهیه کردن. اون موقع هم درست در زمانی بود که کنگره آمریکا اجازه چنین کاری رو میداد، یعنی کسی اصلا اگه میخواست جلو موج روزنامه نگاران و روزنامه نویسی آزاد رو بگیره اسمش میرفت جزء لیست سیاه. بنابراین کنگره آمریکا هم در اون موقع اینو تصویب کرد، اینو بردن پیش جرالد فورد، جرالد فورد هم از هول جونشون هم تصویب کرد. بنابراین این منشور درست شد که استقلال صدای آمریکا رو باعث شد و بسیاری دیگر از بقیه این نهادهایی که بعداً ایجاد شدن، رادیو فردا، اینها ملهم بودن از همون منشور صدای آمریکا. یعنی باید وسیله باشه که وسیله مطمئنی برای خبر باشه. نظر دولت آمریکا بله باید منعکس بکنه، اما به عنوان نظر دولت آمریکا، اما باید کلاً موجودیتی به نام آمریکا رو منعکس بکنه و نشون بده به تمام دنیا. به همین جهت به خاطر اینکه قرار نبود هیچ دولتی بتونه سوء استفاده کنه برای تبلیغات خودش، چون هر دولتی یا جزء این حزب یا اون حزب، قرار شده بود که این صدا به طور کلی در داخل آمریکا هم شنیده نشه. به همین جهت بود که ما در سالهای اولیه‌ای که شروع کرده بودیم در بسو بخش فارسی و در سالهای 1979 به بعد، وقتی شکایت و شکوه میرسید مخصوصا از ایرانیان داخل لس آنجلس که آقا ما که یه قدمی شما هستیم چرا نمیتونیم برنامه بشنویم، یا خود داخل واشنگتن ما هم نمیدونستیم حقیقتا، تا بالاخره دستگیرمون شد که آقا اصلا قرار نبوده بشنون. و این خورده مرده هم که میشنیدن از اون بسرا برگشت این موجا بود که میخورد به جب برمیگشت دوباره به نوعی در اینجا میشنیدن. خب در چنین وضعیتی صدای آمریکا، خود شما چند بار مهمون برنامه من بودی یا برنامه های صدای آمریکا بودی و میگفتی همیشه حیرت زده بودی که آقا این چگونه استقلال و آزادی است که شما دارید، چون شما هم دیده بودی جای دیگر رو، رسانه های بین المللی دیگر رو دیده بودی، میگفتی آقا شما مثل این که هر کاری، یعنی هر چی کسی به من نمیگه که چی بگو چی نگو یا جلو از جلو منو بگیره. خودت شاهدی آقای فرجی عزیز، درسته؟ خب بله. این آزادی صدای آمریکا یه چیزی بود که مدیون همون منشور بود، این منشور صدای آمریکا بود. خب حالا ما در طول این سالها بسیاری در داخل آمریکا تا از وجود یه چنین وسیله‌ای با خبر نبودن، با اینکه این مثل برند کوکاکولا در سراسر دنیا بود، اما یواش یواش متوجه این شدند، اونم به خاطر تعدادی از اپوزیسیون ایرانی از جمله مجاهدین شروع کردن، یعنی رفتن دعوت‌هایی می‌کردن از نمایندگان مجلس و بالاخره اینها شروع کردن که بیان یه اعمال نفوذ‌هایی بکنن مثلا در برنامه‌های ما، که نتونستن، چون اون موقع ما پشت همین سپر ایستاده بودیم که آقا ما میتونیم به عنوان یک گروه مخالف مال ایشون هم گزارش کنیم ولی تبلیغ ما برای کسی نمی کنیم. خیلی تا اینجا قضیه اپوزیسیون بود، اما دولت همچنان نقشی نداشت، همچنان که موقعی که الیور نورث قرار بود برای اینکه اسلامی ها خبردار بشن که بله اون معامله ایران کنترا حقیقتا درست هست و اینا نماینده آمریکا هستن، قرار بود که اینا یک به اصطلاح یک هینتی، یه صدای از صدای آمریکا بیاد در تایید کارهای آقای رفسنجانی،
در مبارزه با تروریسم، یعنی همون که الان میگن ایران متهم است که با تروریسم خودش دست به یکی است. خب این در یک شب اتفاق میفته. اینا میخواستن بیان از صدای آمریکا، حتی دولت آمریکا، آقای الیور نورس و شرکا خبر نداشتن، فکر میکردن به همین آسونی است بیان اینو بدن بگن شما بخونید. اون شب تا بالاترین مرجعی که در این واشنگتن بود به غیر از یکی ما قبل رئیس جمهور رسید تا تونستن اینو به عنوان نظر صدای آمریکا از صدای آمریکا بخش فارسی پخش کنن. میخوام بهتون عرض کنم که چگونه این صدای آمریکا استقلالش رو حفظ کرده بود، نه اینکه گاهی تحت تاثیر قرار نمی گرفت، اما خب فلان نماینده کنگره اگه فشاری میورد بالاخره چون بودجه دستشون بود ممکن بود در سرویس های دیگه مثلا یه تحصیلاتی براشون قائل بشن. اما امروز چیزی که جریان داره این است که استیو بانون که مشهور هست از نظر راستگرایی افراطی، کسی است که به اصطلاح مرشد کسی است که الان رئیس کل این تشکیلات شده، اگر چون نمیخوام قضاوت پیشنگام بکنم، اما اگر ایده های استیو بانون که شدیداً جنگیده تا آقای پرات شده به اصطلاح رئیس این کل مجموعه، اگر نظرات ایشون رو بخواد پیاده بکنه، اون وقت متاسفانه باید با وضعی رو بروشیم که صدای آمریکا صدای آمریکا نباشه، بلکه صدای دولت آمریکا یا به مشخص یا به طور مشخص صدای کاخ سفید باشه. اما عرض کردم این اینا چون هنوز به اجرا در نیومده چیزی نمیشه روش بسیار پیش داوری کرد، اما چنین احتمال خطری هست. اما چون خیلی توضیحات جالبی بود برای کسانی که انتظار دارن این تغییرات در صدای آمریکا پیش بیاد و فکر میکنن که این تغییرات میتونه به نفع تبلیغات به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی باشه، من نمیدونم چرا که ما این تغییرات مثلا در بی بی سی یا در صدای آمریکا یا در دویچه وله که من سابق همکاری داشتم باشون یا اصولا این رادیو و تلویزیون های خارجی نمیدونم خیال میکنن بعضی از هموطنان ما این به اصطلاح به هم خوردن این ترکیبا و عوض شدن سیاست های اینا کمک میکنه به رفتن آخونده. حالا چرا من نمیدونم. خب در این ارتباط حالا برمیگردیم به جریان سیاست در آمریکا. همیشه احمد جان این سوال بر من مطرحه که خب یه عده این آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، یه عده باش موافقن، یه عده هم باش مخالف. ایشون هم در عرض 4 سال گذشته رفتارهاش و نظراتش برای اکثریت مردم جهان میتونم بگم کاملا روشن شده که چه افکاری داره و چه نظراتی داره. ولی این سوال همیشه برای من پیش اومده که اگر به فرض محال دولت فعلی آمریکا، یعنی آقای ترامپ، حالا چه انتخابات رو ببره چه انتخابات رو ببازه، من دارم رئیس جمهور پسا آقای ترامپ رو در نظر میگیرم، آیا با این روشی که آقای ترامپ در پیش گرفته رئیس جمهور بعدی، حالا چه دموکرات باشه و چه جمهوری خواهد، که من دیگه بعید میدونم که با این وضعیت اگر مجددن آقای ترامپ انتخاب بشه دیگه شانسی پیش بیاد برای کسانی که حکومت‌های لیبرالی رو تبلیغ میکنن، بلکه کسانی که ناسیونالیسم رو در مردم آمریکا میخوان بیشتر و بیشتر بکنن. خب در اون وضعیت فکر نمی‌کنی احمد جان شما به عنوان کسی که 40 سال در آمریکا بودی، در یکی از بزرگترین دستگاه‌های تبلیغاتی این کشور رئیس بخش فارسیش بودی، فکر نمی‌کنی که این سیاست‌ها ادامه‌ش هم در حکومت بعدی، رئیس جمهور بعدی ادامه خواهد داشت؟ ببینید در از نظر داخل آمریکا سیاست اگه با آمدن یک رئیس جمهور قطعا دگرگونی ها بسیاره، اما از نظر سیاست خارجی حالا حتی اگر در به طور شفاهی و زبانی فرق بکنه، اما متاسفانه می‌بینیم یک راه ادامه داره. همچنان که ملاحظه کنید الان 41 سال هست که جمهوری اسلامی آمده، این در این 41 سال شما ملاحظه کنید ببینید که 12 سال اول جمهوری خواهان بودن، یعنی بعد 8 سال بعد کی اومده
دموکرات ها اومدن، بعد دوباره 8 سال جمهوری خواه اومدن، بعد 8 سال دوباره دموکرات اومده، الان تا 4 سال هم هست که الان دوباره جمهوری خواه اومدن. خب آیا حقیقتا اون خطی که نشون دهنده رابطه ایران با آمریکا بود فرق کرده؟ خیر، متاسفانه. ببینید اینا به نظر من، حالا عرض کردم، یکیشون پاس میده، یکیشون آبشار میزنه. متاسفانه ما نمیتونیم انتظار گشایشی داشته باشیم از این نظر، اگه به صورت وضعیت ایران و آمریکا رو در نظر بگیریم. گشایش من همیشه عرض کردم، نه اینکه بگم گشایش برای ایران امکان نداره، گشایش با ایران باید مطلقاً بدون در نظر گرفتن موضع آمریکا و این باشه که کی رئیس جمهور آمریکاست یا کدوم حزب در آمریکا نشسته، وگرنه اون دولت و یا حکومتی که بعد از این آخوند بیاد سرکار هیچ مقبولیت و مشروعیتی نداره. ببینید ما برای 28 مرداد هنوز که هنوزه کربلا درست میکنن. خب یعنی با وجودی که این همه پیشرفت‌های ایران بعد از 28 مرداد بوده، فقط به این که میگن آمریکا دخالت کرده، که اونم باز جای بحث داره. اما اگه فکر بکنید که یک به اصطلاح یک دخالت آشکار پیش بیاد، خب میشه کسی مثل نخست وزیرایی که برای عراق تعیین کردن هیچ وقت مقبولیت نداشتن، اون مملکت هم به هیچ جا نرسید. بنابراین میگم ما قضیه این است که هر کدوم از این ملت‌ها باید روی خودشون حساب بکنن و باید حساب کنن یعنی باید یک خط دور خودشون بکشن ایرانی‌ها، و مطمئنه این خط هم خواهند کشید، در اینکه باید دیگه دستگیرشون شده باشه که آقا 47 سال میگه بالا تو دیدم، پایینت هم دیدم، ما هر دو حزب رو دیدیم، ما دیدیم 12 سال اول 8 سالش همون جنگ خانمانسوز ایران عراق بوده تا که جمهوری خواهم برم، بعد بعدیش اومده چی کار کرده؟ باز یه مشتی اومدن ظاهرا گفتن خانم آلبرایت آمده عذرخواهی کرده بابت 28 مرداد. خانم آلبرایت باید عذرخواهی میکرد بابت 57 نقش که آمریکا بازی کرده در سقوط ایران. خب ولی در اصل نگاه میکنید هیچ تغییری ایجاد نشده، همچنان ملت ایران روز به روز وضعش بدتر شده و تنگ دستتر شده. باید این چشم امید از خارج ببره. متاسفانه با وضعیتی که من میبینم هنوز که هنوز هست، ما هنوز اسیر همون شعارها هستیم و تا این شعارها از کلمون پاک نشه، این امیدهای واهی پاک نشه، نمیتونیم به جای برسیم. آها جان، آخری سوالی که ما دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من میتونم از شما به عنوان یک کارشناس واردم بپرسم، این است که راجع به انتخابات آمریکا که چند ماه دیگه خواهد بود چه حدسی میزنی شما؟ ببینید انتخابات آمریکا الان درسته که به نسبت بسیار زیادی الان توی آمارها و نظرخواهی‌ها بایدن جلو هست، ولی این دلیل بر هیچ چی نیست. 4 ماه ما فاصله داریم تا اون، در این 4 ماه بسیار اتفاقا میتونه بیفته. در این ایامی که شدیداً ترامپ نزول کرده و بایدن به اصطلاح رفته بالا، اینها ماهای کرونا هم بوده. الان موضوع عمده درگیری دو حزب بالاخره به این نتیجه رسیدند که کرونا است که الان روش باید بحث کنند. یعنی دموکرات ها به این نتیجه رسیدند که آقا الان باید روی همین نقطه، یعنی بگو آقا 130 هزار نفر در آمریکا از به خاطر کرونا درگذاشتند و بنابراین این قصور دولت. جمهوری خواهان به این نتیجه رسیدند که آقا با سیاستی که تا با امروز بازی شده، یعنی انکار کرونا و بگی نه هیچی نیست، روز به روز بدتر نتیجه داده و بنابراین اونا استراتژیشون تغییر خواهند داد. بسته پیشنهادی که الان شده که دوباره پولی به دست مردم داده بشه، این باز میتونه تغییرات زیادی در رأی مردم ایجاد بکنه. بنابراین همچنان که عرض کردم، این الان بسیار زود هست که ما بتونیم، فقط چیزی که گفتم این است که آینده رئیس جمهوری آمریکا را کرونا تعیین خواهد کرد. خیلی خوب، بسیار سپاسگزارم احمد بهالو نازنین از واشنگتن. امیدوارم که این شانس رو داشته باشیم که در دفعات آینده احمد آقا شما رو بازم دعوت کنیم به برنامه. در خدمتم. خب
بینندگان و شنوندگان ارجمند، با سپاس از امیر شهرتی نازنین، مثل که امیر نیست، از اینی که به برنامه دست رو تکون میده، یعنی هستم، چون میبینم تصویر احمد آقا هنوز روی تلویزیون هست. در صورت سپاس از امیر شهرتی، سپاس از شما همیهنان گرامی که به این برنامه توجه کردید و سپاس از مونای نازنین و ستار دلدار که در قسمتی از برنامه اسپانسر من هستن. در ضمن از موقعیت استفاده کنم به دوستانی که اتومبیلشون در تصادفات خدای نکرده صدمه میبینه، حداقل مراجعه کنن به خانم مونا برای یک بار تا ببینن که ایشون چه کارهایی میتونه برشون انجام بده. در ضمن برنامه منم قدرت بیشتری پیدا کنه که ایشون به اسپانسری خودش همچنان ادامه بده. خیلی سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.